سه دهه بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، ایران در اوج اقتدار است یا در موقعیتی شکننده؟ 30 سال پیش آمریکا چه نظری به رهبری آیت الله خامنه ای داشت؟ و نگاهی به مقبره مجلل رهبری که خود را پیشوای مستضعفان می دانست. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. 30 سال پیش آیت الله علی خامنه ای با اختیاراتی بی حد و حصر قدرت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی شد. رهبری او بعد از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در دورانی شروع شد که ایران جنگی خونین، پرتلفات و پرخسارت را با عراق پشت سر گذاشته بود. کشوری که آرام آرام وارد دورانی پرفراز و نشیب شد با چالش‌های تازه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی. ایران امروز در شرایطی قرار دارد که عده‌ای آن را دشوار و شکننده توصیف می‌کنند و عده‌ای در حاکمیت هم مستحکم و امیدآفرین. ولی قدرتمندترین مرد عرصه سیاسی ایران در 30 سال گذشته چه کرده؟ علی خامنه ای را تا اینجا چگونه به یاد می آوریم و حالا در چه موقعیتی قرار دارد؟ مجید خیامدار نگاهی کرده به 3 دهه رهبری آیت الله خامنه ای. 30 سال است که بر صندلی رهبری نشسته. 30 سال پرچالش برای جمهوری اسلامی ایران و خود او. خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. در دوران رهبری آیت الله علی خامنه ای ایران شاهد تحولاتی بوده، اما نه در یک جهت. گاهی گرایش به سازندگی و توسعه اقتصادی غالب بوده، گاهی اصلاحات و توسعه سیاسی، گاهی بازگشت به سیاست‌های اوایل جمهوری اسلامی و گاهی حرکت به سمت تعامل با غرب و تنش‌زدایی از سیاست خارجی. به این ترتیب تاریخ معاصر ایران در 3 دهه گذشته معمولاً با دوره‌های ریاست جمهوری از هم تفکیک می‌شود، بر اساس جهتگیری دولت‌های وقت. اما آیت الله خامنه‌ای داستان را از زاویه دیگری می‌بیند. انقلابی چند مرحله‌ای که در میانه راه است و باید تا تشکیل تمدن بزرگ اسلامی ادامه یابد. هرچند بعد از 3 دهه رهبری اذعان می‌کند که این روند پیش نرفته. ما جامعه اسلامی نداریم. ما دولت اسلامی هم نداریم. اون مراحل چندگانه‌ای که ما مطرح کردیم تو دولت اسلامیش هنوز ما موندیم. بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه اسلامی است. کسی نیست دای ما رو بشنوه؟ این مسئولین نگوشی دارن به عقلی و تشکی. شما به دادم رو برسید. مشکلات فزاینده کشور باعث شده بحث فروپاشی اقتصادی و اجتماعی مطرح شود. اما آیت الله خامنه ای از زاویه دیگری به اوضاع نگاه می کند. امروز جمهوری اسلامی همه چی داره. نگاه نکنید به اینکه قیمت فلان کالا بالا رفته. خب بله، از این قضایا اتفاق می افته. یه مقداری بی‌توجهی، یه مقداری نابلدی است، یه مقداری هم خباثت دشمنه. موجب میشه که یهو مثلا شما ببینید گوشت قیمتش فلان شد. اینا اتفاقاته. اما حرکت عظیم این انقلاب، حرکت عظیم جمهوری اسلامی، این باز شدن دست جمهوری اسلامی در منطقه بلکه در دنیا. بسیاری از ناظران امور ریشه اصلی گرفتاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی را ناکارآمدی حکومت می‌دانند. اما رهبر جمهوری اسلامی این را قبول ندارد. بعضیا زمزمه می‌کنند نظام ناکارآمده. چرا؟ چون فلان وزارتخونه بد عمل کرده. نه، نظام اگر نظام ناکارآمد بود تا حالا 10 بار بلعیده شده بود، از بین رفته بود. بزرگترین دلیل کارایی این نظام خود وجود این نظام و موندن این نظامه.
چرا این پول به شما دادن؟ عرض کردم خدمتتون من از جمله دستگاه‌های زیر نظر آیت الله خامنه ای که عملکردشان مورد انتقادهای گسترده بوده قوه قضاییه است. منتقدان میگویند این دستگاه کارآمدی، استقلال عمل و سلامت کافی ندارد. با فساد درست مبارزه نمی کند. سیاست زده است و در موارد زیادی به جای اجرای عدالت حقوق افراد را نقض می کند. دین رو خرج می کند. خدا پیغمبر رو خرج می کند. مقدسات رو خرج می کند. محمود احمدی نژاد هم که زمانی رئیس دولت محبوب آقای خامنه ای بود بعدها به منتقدان قوه قضاییه پیوست. یکی از مهمترین مجموعه هایی که باید حافظ حقوق ملت باشد در مقابل ملت است. کوچکترین انتقاد، کوچکترین اعتراض با شدیدترین رفتار مواجه می شود. نقش به قول فرنگی مابها اپوزیسیون به خودشون می گیره. این کسانی که کشور در اختیارشون یا در اختیارشون بوده اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، باید پاسخگو باشن. همین انتقاد را بسیاری به خود آیت الله خامنه ای وارد می دانند. شخص اول حکومت که بیشترین قدرت و اختیارات را دارد ولی به ندرت مسئولیت عملکردهای انتقاد برانگیز را به عهده می گیرد. حتی در مورد دستگاه هایی که مستقیما زیر نظر او عمل می کنند. بله، رئیس قوه قضاییه رو رهبری می گذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمی کنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل شد. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمی کنه. مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال 88 که بدون محاکمه سالهاست در حبس خانگی مانده، بعد از نارامی‌های دی ماه 96 از آقای خامنه‌ای خواست به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون مسئولیت سیاست‌های سه‌دهه گذشته خود را بپذیرد. آقای کروبی در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای از او خواست زنگ خطر اعتراض‌های سراسری علیه ظلم، فساد و تبعیض را هر چه زودتر دریابد. همچنین به عملکرد نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای اشاره کرد که به گفته او بیش از نیمی از ثروت کشور را در دست دارند ولی نظارتی بر آنها اعمال نمی شود. از جمله این نهادها سپاه پاسداران است که در عرصه های سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی هم حضور بحث‌انگیز دارد. ولی آیت الله خامنه ای از عملکرد این نهاد و گسترش فعالیتش حمایت کرده. در دوران رهبری آقای خامنه ای نهادهای تحت امر او تلاش کردند نهادهای انتخابی را تا حد امکان کنترل یا مهار کنند. شورای نگهبان با فیلتر کردن داوطلبان در انتخابات تا حدود زیادی مانع حضور دیگراندیشان در ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شده. با این حال ساختار حکومت کاملا یک دست نشده و همیشه بحث حاکمیت دوگانه مطرح بوده. در میدان حرکت‌های لازم آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته از تعبیرهای استفاده کرده که پیروانش از آنها برای کنترل فضای سیاسی و اجتماعی و سرکوب مخالفان استفاده کردند. تعبیرهایی مانند تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، فتنه و نفوذ. آقای خامنه‌ای در دوران رهبریش از واژه دشمن بسیار زیاد استفاده کرده. دشمن رو بشناسیم. او معتقد است که جمهوری اسلامی ایران همیشه تحت حمله و در حال جنگ است، هر بار به شکلی. از جنگ، از تحریم، از فحش، از تهمت، از نفوذ، از توطئه، از کار امنیتی، از کار فرهنگی، هر کاری میتوانستن از ایجاد اختلاف داخلی با خرج کردن پول دریغ نکردن در ایران. در همه موارد هم شکست خوردن. با شدت گرفتن تحریم‌های بین المللی علیه ایران در زمان دولت محمود احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای سیاست اقتصاد مقاومتی و دور زدن تحریم‌ها را مطرح کرد. ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها را دور می‌زنند، تحریم کنندگان را ناکام می‌کنند. اما تحریم‌ها کمرشکن شد و دست آخر او به توافق با قدرت‌های جهانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت داد. توافقی که به گفته منتقدان میشد سالها زودتر با هزینه‌ای به مراتب کمتر انجام داد. حالا بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها و تنش‌های نظامی، بعضی دوباره لزوم مذاکره را مطرح کردند. مذاکره سمه. اما آقای خامنه‌ای میگوید که باید مقاومت کرد.
گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. آیت الله خامنه ای سال هاست که میگوید جمهوری اسلامی ایران در حال عبور از یک پیچ تاریخی است تا به قله برسد، و وقتی به قله برسد دشمنی دشمنانش به پایان خواهد رسید. اما روشن نیست که در نظر او قله دقیقاً کجاست. مجید خیام‌دار، بی بی سی. در 30 سالگرد انتخاب آیت الله علی خامنه ای به رهبری ایران، نگاهی می اندازیم به گزارش هایی که در اسناد محرمانه آمریکایی ها درباره آقای خامنه ای منتشر می شده پیش از آن که او به مقام ولایت فقیه منصوب شود. این اسناد که در سالهای اخیر از طبقه بندی سری خارج شده، حکایت از آن دارد که دولت مردان وقت آمریکا 3 دهه پیش آقای خامنه ای را سیاستمداری نسبتاً میانه رو و عملگرا می دیدند و انتظار نداشتند رهبر شود. جزئیات بیشتر از کامبیز فتاحی از واشنگتن. امام بزرگوار فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. این شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است. کینه آمریکایی مثل کینه شتری. همه بدانند ایران، ایران اسلامی. آیت الله علی خامنه ای آمریکا را دشمن شماره 1 ایران می‌خواند. خبیث، بدعهد، غیر قابل اعتماد. آمریکا هم او را این روزها رهبر سرسخت یک دیکتاتوری فاسد و بی‌کفایت توصیف می‌کند. اما 30 سال پیش دست کم در پشت صحنه دولت مردان آمریکا نظر متفاوتی به علی خامنه ای داشتند. نه رئیس جمهوری وقت ایران را سیاست مداری تندرو می دیدند، نه انتظار داشتند که جانشین آیت الله خمینی شود. بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران می رسانیم. بنابر اسناد آمریکا، واشنگتن حداقل 1 سال پیش از اعلان خبر فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی شمارش معکوس پایان عمر آیت الله خمینی را آغاز کرده بود، به این گمان که رهبر ایران علاوه بر عارضه قلبی به بیماری کلیوی و سرطان پروستات هم مبتلا بوده. این یک ارزیابی محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا در شهریور 1367. خمینی به شدت سرطان دارد و از مشکلات جدی کلیوی و قلبی رنج می‌برد. اطلاعات ما از بیماری‌های متعدد او به اندازه کافی نیست که زمان دقیق مرگش را پیش بینی کنیم، اما انتظار می‌رود مرگ او در ظرف چند ماه آینده اتفاق بیفتد. همزمان در واشنگتن، رئیس جمهوری وقت جورج بوش پدر و مشاورانش مانورهای سیاسی در ایران برای تعیین رهبر بعدی را زیر نظر داشتند. The man who's been designated to succeed Ayatollah Khomeini. کاندیدای اصلی آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری که چند ماه بعد برکنار شد، هیچگاه از نظر آمریکایی‌ها شانس زیادی نداشت. واشنگتن او را فاقد هوش سیاسی می‌دید، تندرو، مورد حمایت چپ‌های انقلابی به شدت ضد آمریکایی. باعث نگرانی غرب شده بود روی کار آمدن آقای منتظری و اینکه بعد از آیت الله خمینی به جای اینکه جمهوری اسلامی به سمت استقرار و تثبیت خودش پیش بره، به سمت انقلابی تر شدن پیش بره. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برآورد کرده بودند که حتی اگر روزی آیت الله منتظری ولی فقیه تشریفاتی شود، تصمیم گیر واقعی در ایران این مرد خواهد بود، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پرنفوذ مجلس. این یک ارزیابی سازمان سیا از هاشمی رفسنجانی. سیاستمداری عملگراست که بیرحمی، فرصت طلبی و مهارت‌های شخصی به قدرت شگرف او منجر شده. هاشمی رفسنجانی را عمدتاً منافع شخصی و نه اصول و ارزش‌ها هدایت می‌کند. معتقد است که هدف وسیله را توجیه می‌کند. این درس رو داد که اگر شرف انسان. و اما رئیس جمهوری وقت ایران علی خامنه ای در اسناد آن دوران آمریکا و محاسباتش عمدتاً در حاشیه بوده، بیشتر به عنوان یک سخنور زبردست از جناح راست که به نظر آمریکایی‌ها هوش سیاسی و موقعیت آقای رفسنجانی را نداشت، اما عملگرا بود. ارزیابی وزارت امور خارجه آمریکا از علی خامنه ای 9 ماه قبل از آنکه رهبر شود.
رقیب سابق هاشمی رفسنجانی است که به نظر می‌رسد به خاطر مخالفت با سیاستمداران تندرو با رفسنجانی متحد شده باشد. خمینی او را در دی ماه 1366 به علت مطرح کردن محدودیت‌های قانونی برای اختیارات ولی فقیه علناً تحقیر کرد. شما یک شخصیتی رو می‌بینید که آمریکا ستیز نیست، مثل جریان رقیبش که جریان چپ هست. از طرف دیگه اعتقاد به رهبری مطلقه نداره و همینطور با تندروی هایی که گاه گاه در مملکت انجام میشه مخالفت میکنه. 6 ماه اینجا تو باید یاد گرفته باشیم. قبلا هم یاد گرفته بودید. این یکی از اولین برخورد های رو در روی علی خامنه ای با آمریکاست. بازدیدش از دیپلمات های به گروگان گرفته شده یه آمریکایی در تهران. والا خوبه دیگه. چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم. بعد شده بود رئیس جمهور، بعد از بنی صدر و رجایی و اون ردیفایی که ترور کرده بودن شده بود رئیس جمهور، و حالا زود مثل اون رؤسای جمهوری دیگه فهمید که رئیس جمهور بودن تو ایران همچین آش دهن سوزی نیست، کارم نیست واقعا، قدرت تو دست رهبره. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید. علی خامنه‌ای در آستانه رهبر شدن در جلسه سری مجلس خبرگان 30 سال پیش. حالا غیر از این که خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ یک چنین رهبری به عقیده مقامات اطلاعاتی سابق آمریکا که زندگی سیاسی آیت الله خامنه ای را دنبال کردند میتواند حاکم محتاطی باشد. Knowing that your peers think of you as even though supreme leader، شما اگه بدونید که علی‌رغم رهبر بودن هم دوره‌ای‌های شما هنوز فکر می‌کنند که به اندازه کافی تحصیلات دینی ندارین، این می‌تونه به یک حس عدم اعتماد به نفس مداوم در شما منجر بشه. خیلی متشکر. خیلی ممنون. خیلی متشکر. روزی که سکان رهبری را در دست گرفت، خیلی‌ها در آمریکا به بهبود روابط با ایران امیدوار شدند. امید به این که جمهوری اسلامی خط مشی معتدل تری را دنبال کند، امیدی که محقق نشد. خامنه ای برای تثبیت موقعیت خودش رو ناگزیر دید که چپ ها رو از میدان به در بکنه، بنابراین بسیاری از شعارها، ایده ها و آرمان های چپ رو به نفع خودش مصادره کرد، از جمله آمریکا ستیزی، و در گفتار و در عمل سعی کرد ثابت کنه که از چپ‌ها آمریکا ستیزتر هست. رقبای چپ آیت الله خامنه ای بعدها اصلاح طلب شدند و طرفدار آشتی با آمریکا، اما خود او تا به امروز ضد آمریکایی باقی مانده. مردی که آمریکا 30 سال پیش او را عملگرا می‌دید، حالا این روزها ادامه ضدیت با آمریکا را سیاستی عملگرایانه می‌خواند، چه برای منافع ملی باشد، چه برای مصالح حکومت یا حفظ قدرت بلا منازع خودش. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. 30 سال از درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. چهره‌ای تاثیرگذار در ایران و منطقه که عاشقانی سینه چاک و دشمنانی آشتی ناپذیر داشت و دارد. او سلسله پادشاهی را در ایران برانداخت و با گفتمانی ضد آمریکایی در اوج جنگ سرد معادلات جهانی را تغییر داد. برای بسیاری در ایران او در هیئت یک قدیس ظاهر شد، ولی برای خیلی دیگر ظهوری مرگ‌آفرین و مصیبت بار یافت. مراسم یادبود او هر سال با تبلیغات گسترده حکومتی برگزار می شود و در طول این 3 دهه مجموعه آرامگاه او به طور قابل توجهی گسترش یافته. شیدا هوشمندی در گزارشش در مورد مقبره آیت الله خمینی می گوید. نیمه خرداد 1368، مراسم خاکسپاری بنیانگذار جمهوری اسلامی در حالی برگزار می شود که سران نظام طی 2 روز
برای دو موضوع مهم تصمیم گیری کردند. تعیین رهبر جدید و محل دفن آیت الله خمینی. در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی که نقش محوری در تصمیم‌های تاریخ‌ساز آن روزها داشت، آمده در فاصله‌ای که برای نجات جان آیت الله خمینی تلاش می‌شد، کیفیت اعلام خبر و انتخاب رهبری مورد مشورت و تصمیم گیری قرار گرفت. اعضای مجلس خبرگان رهبری تلفنی به تهران احضار شدند و قرار شد اعلان فوت به پس فردا موکول شود. یعنی پس از انتخاب رهبر و برگشت نمایندگان خبرگان به شهرها. همزمان با تعیین رهبر تازه، تصمیم گیری درباره محل دفن آیت الله خمینی هم محل بحث بوده. در بعضی گفته‌ها مانند آنچه در پورتال آیت الله خمینی آمده، خانواده او می‌خواستند جنازه در اطراف دریاچه قم و نزدیکی شهر قم دفن شود. بعد صحبت از بهشت زهرا به میان آمد و قرار شد در بهشت زهرا جایی برای آرامگاه در نظر گرفته شود. اما در نهایت با نظر یکی از نزدیکان دفتر آیت الله خمینی که معتقد بود فضا در داخل بهشت زهرا برای آرامگاه کم است، تصمیم بر این شد که محل دفن جایی نزدیک بهشت زهرا باشد که امکان توسعه داشته باشد. جالبه. ببینید، از منظر شهرسازی و مدیریت شهری با اهداف و آرمان‌های انقلاب 57 همخوانی دارد. اهدافی که بر اساس آن فرودستان در صدر قرار می‌گیرند و تغییر باید از سطوح پایین جامعه به بالا انجام شود. به این معنا که آنها با ساخت مجموعه آرامگاه تلاش داشتند به توسعه یک منطقه حاشیه‌نشین و فقیر در جنوب تهران کمک کنند. حالا 30 سال از خاکسپاری آیت الله خمینی می‌گذرد و محل دفن او توسعه زیادی پیدا کرده. توسعه‌ای که هزینه آن رسماً اعلام نشده. هر از گاهی هم این موضوع مانند روزهای سالگرد درگذشت او رسانه‌ای می‌شود. آنچه داستان را ادامه دار کرده این است که هنوز هیچ نهادی حاضر به اعلام هزینه‌های واقعی ساخت و نگهداری آرامگاه نیست. مرقد و مصلای آیت الله خمینی در بهشت زهرا شامل 600 هزار متر مربع بنای سرپوشیده است به طول 1 کیلومتر و عرض بیش از 0.5 کیلومتر. معماری این بنا آمیزه ای از معماری اسلامی و کلیسایی است. آرامگاه 5 گنبد دارد که ارتفاع گنبد طلایی آن 68 متر و نمادی از سال درگذشت آیت الله خمینی است. ارتفاع ستون‌های داخلی آرامگاه به 42 متر می‌رسد که نمادی است از سال آغاز مبارزات سیاسی او با حکومت پهلوی، سال 1342. ساخت موزه، هتل 5 ستاره، فروشگاه زنجیره‌ای و بیمارستان هم بخشی از پروژه این مجموعه بوده. مجریان پروژه هم جهاد سازندگی و سپاه پاسداران. با اینکه هزینه ساخت مجموعه آرامگاه آیت الله خمینی و ساختمان‌های اطرافش به طور رسمی اعلام نشده، روزنامه نیویورک تایمز حدود 20 سال پیش به نقل از مقام‌های ایرانی رقم اولیه آن را 2 میلیارد دلار ذکر کرد. بودجه راه اندازی شهر آفتاب هم که بخشی از این مجموعه است، 800 میلیارد تومان بوده. خب، البته برای حکومت آرامگاه آیت الله خمینی یک نماد برای نشان دادن قدرت به تمام دنیاست. به همین خاطر حکومت تصمیم گرفته چنین هزینه‌ای برای ساخت این مجموعه بزرگ کند. من فکر می‌کنم درک این موضوع بسیار اهمیت دارد که حکومتی انقلابی انگیزش از ساخت این آرامگاه نمایش قدرت بوده. این مجموعه عریض و طویل هزینه نگهداری بالایی هم دارد. در 30 سال گذشته نزدیکان و اعضای دفتر آیت الله خمینی که در ادبیات مراجع شیعه بیت آیت الله نامیده می شود، به تدریج در زمین سیاست به حاشیه رفتند. با این حال 3 نهاد عمده تحت نظارت آنها در بودجه عمومی ردیف مستقل دارند. مؤسسات و سازمان‌های زیر نظر بیت آیت الله خمینی در سال جاری در مجموع بیش از 59 میلیارد تومان بودجه می‌گیرند. بخش عمده این بودجه بین تشکیلات متولی حرم و مؤسسه نشر آثار تقسیم می‌شود.
و باقی آن به پژوهشکده امام خمینی میرسد. من فکر میکنم منابع برای ساخت این مجموعه به درستی هزینه نشده. از منظر کیفیت معماری، بنای آرامگاه اثری ماندگار نیست. این بنا بیشتر ادای احترامی است به گذشته. به همین دلیل معماری آرامگاه ارزش ویژه‌ای ندارد. کل مجموعه البته از حیث شهرسازی ویژگی‌های قابل توجهی دارد، اما از لحاظ معماری خیر. بسیاری از جمله بعضی از مریدان آیت الله خمینی که او را امام مستضعفان می‌نامند، منتقد هستند که آرامگاهش با صرف هزینه‌های نجومی به قصری مجلل تبدیل شده، در حالی که می‌شد این هزینه‌ها را صرف بهبود وضع زندگی محرومان کرد. اما سرپرست آرامگاه منتقدان را به حسادت و نادانی متهم کرده و گفته جا دارد نام و یاد او در بالاترین سطح مطرح باشد. آرامگاه آیت الله خمینی نخستین و آخرین مقبره گران قیمتی نیست که ساخته می شود. اما منتقدان می گویند شاید دلیل پنهان ماندن بودجه آن نگرانی از انتقادهایی است که جوابهای متقاعد کننده برای آنها نایاب باشد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.